حزب مشروطه ایران امروز جلسه‌ای رو برگزار کرد با هدف بررسی و نگاهی به سلسله پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه و همچنین فرارسیدن مشروطه و همچنین اضافه کردن به روزهای و موقع‌هایی که مشروطه و در زمان منتهی به حکومت پهلوی شاهد اون بوده. سخنرانان در مورد اون زمان و بحث‌ها و بررسی‌هایی که اون موقع شده و هنوز که هنوز مورد بحث هست به اشاره کردن و در موردش حرف زدن. سه موردی که هر دو پادشاه بهش اشاره کردن که حاکمیت مطلق نباشه و حاکمیت در چارچوب قانون باشه و قانون حاکم رو تعیین بکنه و هر دو پادشاه پهلوی بر اساس قانون تعیین شدن و با حرمت به قانون حکمرانی کردن. این نکته بسیار مهمی است از نظر تاریخی که حاکم مطلق العنان نباشه و پاسخگو به قانون نباشه و به نظر من شاهان پهلوی دو نمونه بسیار بارز این مثلا که پاسخگو به قانون باشه. نگاه ریشه شناسی به دوران مشروطه و چالش‌های آن از دیگر مباحثی بود که در این جلسه به اون اشاره شد. بسیار سخت بوده برای شاهان پهلوی که پس از یک همچین انقلابی که توسط مردم از نقاط مختلف ایران، از تبریز، از آذربایجان، از تهران میان و میخوان که یک حکومت قانون داشته باشن، این میفته وظیفه سنگین بر عهده پادشاهان پهلوی. اونها در زمانه خودشون سعی کردن به بهترین نفت اونچه که در توانشون بوده، اونچه که در شرایط ایران بوده رو اجرا بکنن، قانونگذاری انجام بشه، دادگستری و عدلیه باشه، مرزها، هویت افراد و نمایندگان و مجلس و بعد میایم پهلوی دوم که از همه مهمتر به زنان، حق حضور، تاجگذاری شهبانو و تاج بر سر زن ایرانی میگذاره و هویت میده به هم مرد ایرانی و هم زن ایرانی که یک نظام قانونمند زندگی بکنن. سخنرانان در این جلسه از هر کدوم از ابعادی مانند امنیتی، اجتماعی، حقوق زنان و حقوق عدلیه و مالیه به خدماتی که اون زمان در دوران مشروطه و در دوران سلطنت پهلوی در ایران انجام شده اشاره کردند. تمیز توانا، صدای آمریکا.